مایکل ونوم پیج، متولد 1987، 7 اپریل، در کشور انگلستان، کیک باکسر، بوکسر و MMA فایتر، تیکواندو کار خفنم بوده، ولی همه اینا رو جمع کرده در MMA در استفاده میکنه. نکته مهم مایکل ونوم پیج چیه؟ همه تون میدونین ادا اصول خیلی زیاد در میره و میره تو مخ حریفش، حریفش رو بیچاره میکنه. مبارزه هاشو نگاه کنید، رقص پاهاشو نگاه کنید، گارد پایینشو ببینید، به لحظه اوورهند میزنه به حریف. سرعت بالا داره، حریفش اصلا فکر نمیکنه اون لحظه ای که میخواد ضربه رو بخوره قرار بخوره، تو خاک هم نمیره. میبینی ادا اصول در میاره و ضربه میزنه. تا میفهمه حریفش داره یه ذره ناراحت میشه از ادا اصولاش، همون موقع ضربه رو میزنه به حریف. میبینی ادا اصول در میاره، چند تا ضربه میزنه، اینجا آسمون رو نشون میده با مشتش و داور اینجا بهش تذکر میده که چرا داری این کار رو انجام میدی و مبارزه ادامه پیدا میکنه. یه فلاینگ نی عالی زد و شروع کرد عدد در آوردن. نگاه کنید مایکل ونوم پیج، خیلی ها هرسشون در میاد نگاه میکنن، ولی به نظرم اوکی بی ادبه، اما تو به عنوان فایتر وقتی روبروی اینو قرار میگیری باید حواست باشه اعصابت خرد نشه. این آدم ادا در میاره، تو باید به ثانیه بتونی بزنیش موقعی که فکر میکنی، اما این اجازه نمیده بهش، اجازه نمیده به کسی. انقدر سرعتش بالاست، با یه فلاینگ نی حریفو تموم کرد و دستش به عنوان پیروز بالا رفت. در بلاتور فایت میکنه، بر رنک 1 بلاتور هستش در ویلتر ویت. خیلی ها امیدوارن که بیاد تو UFC، صحبتاش هم شده این آدم بیاد تو UFC چی میشه، چی میشه. ما مبارزه های مختلفش رو براتون گذاشتیم، ببینید چقدر باترفلای کیک خفنی زد، باترفلای کیک وحشتناک. حریف رو تموم کرد، اصلا نگاه کرد اون وقت میدونست تموم شده حریفش. و عرض کردم خدمتون سال 2021 19 اکتبر به عنوان رنک 1 ولترویت بلاتور معرفی شد، خاطر اینکه همه فایترها رو پشت سر گذاشت، حتی به یک نفر که باخته بود، اونم داگلاس لیما بود که اونم براتون گذاشتیم در همین کانال، بعدش اومد اونم برد. و اینجا مبارزه بعدیش رو مشاهده میکنید، گارد پایین، رقص پاش عین تکواندو، ولی داره مبارزه MMA میکنه، سرعت پا عالی و همونو یه رایت پانچ محکم به حریف میزنه، حریف میاد رو زمین، حساب کار میاد دستش. گاردو ببینید، ادا اصولو ببینید، بریک دنس و فرار. تا حریفش میخواد ضربه بزنه فرار. کشتیگیرا اصلا جلوش نمیتونه کار کنه. چه نکنید تا اومد حریف ضربه بزنه، همونو 500 تمومش کرد. نقطه زن سرعتی مایکل ونوم پیج، سلطان ادا اصول و سرعت. واه، باترفلای کیک رو زد بالا، یه دونه دیگه هم چرخید رو هوا. واقعا هر کسی جلوش قرار بگیره کار سختی در پیش داره. صاحب سبک، این نکته خیلی مهمه، این آدم صاحب سبکه و با سرعتی که داره حریفاشو واقعا اذیت میکنه. مایکل ونوم پیج فری استایل کیک باکسینگ کار میکنه و اسپورت کاراته، یعنی رشته‌های مختلف فایتی رو کار میکنه. در نهایت باید بدین که کیک باکسر خوبیه، یعنی این مدلی که داره فایت میکنه کیک باکسر خوبیه، ولی خب صاحب سبک، یعنی سبکش یه جوریه که نمیتونیم بگیم کیک باکسر خوبم هست، چون کیک باکسر بالاخره قوانین خاص خودش داره، دفاع باید بالا بکنه و این داستانا، گاردش بالا بگیره، گاردش پایینه. MMA فایتریه که در خاک خوب نیست، یعنی اصلا واقعا نمیشه گفت تعریفش کرد ازش، چون سبک خاص خودش داره. شما نگاه کنید مبارزشو، الان ترکی ام ام فایتر بود در خاک میرفت ادامه میداد، یا مثلا اینجا داره اونور نگاه میکنه، اون داره یه ور دیگر نگاه میکنه، داره فایت میکنه، کدوم فایتر این کارو میکنه، یه جا دیگر رو داره میبینه و رقص وقتی میرقصه حریفش اعصابش خرد میشه، میخواد جلو بیاد حمله کنه، اونم میدونه فرار میکنه، در یک غافلگیری شروع میکنه ضربه زدن فلاینگ نی حریفش و بک فیس، اذیت میکنه حریف. واقعا مایکل ونوم پیج اذیت میکنه حریف رو. ببینید خودتون رو بذارید جای حریف، نمیدونه میخواد فرار کنه، میخواد ضربه بزنه، خوب فرار میکنه، خوب اپرکات میزنه و اوورهند محکمی که تموم کرد. تمومم که میکنه حریف رو یه جای دیگر نگاه میکنه، خوشکش میزنه، ادا اصول در میاره و رقص روباتیک داره انجام میده. جالبش اینه که حریفاش وقتی روبروش قرار میگیرن نمیدونن کی بزننش،
کی فرار کنن، سرعت و اینکه پاش بسیار خوب کار میکنه، پاش بسیار عالی کار میکنه. بوکسش اونجوری نیست که بگیم بوکسور خفنیه، ولی چون سرعت داره کارش خیلی درسته. نگاه کن اینجا در مبارزه کیک باکسینگ نگاه، داره توپ بسکتبال علیه پاش رد میکنه، عد اصول در میاره، راحت فرار میکنه، راحت دفاع میکنه، چند تا ضربه تو کلینچ هم به حریف میزنه. و گارد نگاه کن، گارد پایین، کلم جلو، کله رو داره میده به طرف ولی نمیتونه بزنه، مشت به حریف میزنه، اینجوری اینجوری میکنه، یعنی میخواد بگه تو گیج شدی، میره تو مخ حریفش، میره تو مخ حریف. ببین گیج انگار فینیشینگ تیک چیزه کمبت، واسه فینیشینگ کنی یکی رو اینجوری عد اصول نگاه کن، یهو ضربه میزنه، یهو آپرکات میزنه و حریفی که ضربه بهش نمیتونه بزنه همینطوری نقطه نقطه ای داره ضربه میخوره، به هر دری میزنه به در بسته میخوره، اینم داره میرخصه، واقعا داره بازی میکنه با حریفاش، تخریب میکنه حریفاشو، شخصیتی و فنی همه مدل. نگاه کن یه رایت پانچ یه لفوک عالی، حالا قدرتمند داره کار میکنه، هاشم میاد جلو ضربه میزنه، میدونه مسلطه به حریفش، یه دونه رایت پانچ عالی و نگاه میکنه به اون ور دنیا، نگاه کن داورم که میره شورت و دستی میگیره میاره وای وای، عجب رایت پانچی، عجب رایت پانچی. و دیوید هی بود بهترین بوکسور، یکی از بهترین بوکسور تاریخ، میاد تشویقش میکنه و مبارزه بعدش اینو که بیچاره کرد، یعنی بدبخت کرد اینو، من جایشون بودم دیگه مبارزه نمیکردم. این دامنای چین چین هم اومده بود تعریفش، بنده خدا خب خوب فایت میکرد ولی فقط خودتون رو بزنین جاش، فرار میکنه مایکل بنام پی ضربه میزنه، خیلی هم کورکوری خونده بود که من مایکل رو میزنم، دستشو میچرخونه میگه دست بده اسپینینگ هل کیک و گارد پایین، حریفش میگه هیچ چیم نشد، میخواد اونم مثل این ادا در بیاره ولی مگه حریفش میشه تو ادا در آورده، ناک میره تو مخری، انقدر ادا اصول در میره، حالا ضربه رو میزنه، هل بی حریفش افتاد، ناک داون شد، هاپرکات دیگه و باز ادا اصول، حریفش هی نگه میداره حالت رزمی رو، گارد و بالا نگه میداره، رقص پا میره، یا مشت میزنه، میاد عقب، دوباره رقص، دوباره رقص. ببین چی جوری میره تو مخ حریف، واقعا شما که داری نگاه میکنی اعصابت داره خورد میشه، خودتو بذار جای فایتره. ولی این خط، این نشون، یه روزی میرسه که بد جور میبازه، با داگلاس سیمان اتفاق افتاد ولی بازم یه اتفاق میفته، شما نمیتونی انقدر رولز رو بذاری کنار، چون حداقلش اینه که دیگه آنالیزت میکنن، اوکی شما گارد پایین کار میکنی، سرعتت بالاست، فرار میکنی، ولی آنالیزت میکنن. اینجا حریفو بیچاره کرد، حریفو بیچاره کرد، انقدر ضربه زد بهش و خود حریفو گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم، موقع کار درستی کرد چون تموم میشد مبارزه اگرم ادامه میداد و به راحتی حریفشو میبره و درو میکنه مایکل بنوم، درو میکنه و دست گندش هم همیشه میاره موقع مسابقات آخر مبارزات میبره بالا. شومن بی نظیر، فایتر بسیار خاص، لاغر ترکی، چون هر کی هم قرار بگیره معمولا یه جوری مبارزه از اول میکنه که انگار پیروز. ببین حریفش میدوه جلو، تا اومد بزنه یه مشت خوابون تو صورت حریفش، بعد زیرگیری میخواست اقدام کنه که موفق نشد چون رفت عقب به سرعت. این حریفش دیگه تیز محمده، گفته ما بریم سری تو دل منون پیجو بزنیمش، اینجا در کلینچ گرفته و باز موفق نمیشه، باز اینجا کلینچش میخواد بکنه، این چقدر قشنگ فرار میکنه، همر پاچ، همر پانچ، پارو گرفته که لگلاک کنه، اینجا بید لگلاک کرد راحت، هیل هوکو بهش زد و میاد اینجا بهش میگه چرت و پرت و هر حرفایی که بهش زده قبل از مبارزه رو برمیگردونه به خودش، البته خودش هم به اصطلاح بهش میگن ترش تاک، ترش تاک زیاد میکنه، از این حرفا میزنه و کورکوری زیاد میخونه و خوب هم کار میکنه در رینگ، واقعا تا الان هم خوب کار کرده، ولتر ویت بلاتور رو گرفته دست خودش و بیگ جان مکارتی دست شما من پیروز بالا میبره. باز مبارزه دیگر از مایکل ونوم پیج، حریف دیگری میاد جلو، اینجا میخواد اونم سری کار کنه، چند تا کیک میخواست بهش بزنه که موفق نشد و مایکل ونوم پیج ببینی نقطه ای دو تا زد تو سرش و تمام، اول مبارزه، خدا نگهدار. یکی رو میگیم شانس، دو تا رو میگیم، سه تا رو میگیم، چهار تا رو میگیم، این همه مبارزه داره میبره این آدم، این همه مبارزه به سرعت، اصلا دیگه نذاش بعد اصول برسه کارو تمام کرد.
مایکل بنوم پیج، حریفش هم براش دست میزنه. مبارزه دیگه‌اش رو نگاه کنید. تاش خروسیه. خب مایکل بنوم پیج مقابل حریفش قرار گرفته، دستشو باز به آرام میبره بالا و مبارزه آغاز میشه. حریفش هم باش دست نمیده. یه سپینینگ هل کیک. سرعت رو دیدین چجوری زد؟ و حالا رقص، حالا رقص شروع میکنه ضرب زدن. لحظه که فکر نمیکنه در کلینچ ببینیم چیکار میکنه. حریف راحت آورد در خود، خوب کار کرد. یه نیمچه جان جونزی توش میبینم تو این حرکت های کشتیش. و آرنجای پی پی به سر صورت حریف و تمام. دستش به عنوان پیروز بالا میره دوباره و مبارزای دیگه مایکل ولون پیج هم الان براتون خواهیم گذاشت که ببینید فایت های دیگه چجوری انجام شد. مثلا حریف هاشی رو برش خواهی گرفتن، ضربان قلبشون بالاست، اومدن که ببرن. یه ذره تعامل کنیم، آنالیزش هم کردن، ولی ببینیم اگه جواب میده آنالیز به این جنگ نامنظمه. حریف رو میخواهی بزنه فرار، موتاکیلین چو گرفته میچرخه که اسپینگل کیک بزن، اولیشو نزد، دومیشو زد. نخوابی چقدر ریلکس دفاع کرد، چقدر قشنگ جا خالی داد. آقای مگه میشه جا خالی ها رو نگاه کنید در کلینچ؟ و میگه حریفم چیکار اینو میکنه، خودش اصلا شل کرده، اصلا مگه میشه همچین اتفاقی؟ شل کرد خودش. حریفم چیکار اینو میکنه و جا خالی؟ اعتماد به نفس بالا یا حریفش خیلی ضعیف، نمیدونم والا. واقعیت شما نگاه کنید، اسپینگل کیک نمیگیره، حریفش تیک داون میکنه، میره در خاک و اعصاب حریف اونجا برمیخته. ببینید حالت دعوا گرفتن و در دیسیژن پیروز میشه مایکل ونوم پیج. اذیت میکنه حریفاشو، واقعا اذیت کننده. خیلی دوست دارم ببینمش توی UFC. دست میده و مبارزه دیگهش آغاز میشه وسط اکتگون. همون اول یه رایت پانچ تمام، همون اول یه رایت پانچ تمام، یه ضربه. ونوم پیج و چشتا کن شروع کن. نه چقدر قشنگ رایت پانچ نبود، اوورهند بود، اوورهند عالی رو زد و حریفش دستای بالا در خاک تسلیم میشه. اینک آفتابیش هم میزنه و دستش به عنوان پیروز بالا میره. مبارزه بعدیش رو مشاهده میکنید. چه کرد با این حریفش؟ دستم نداد. و اینجا دیگه دستو میده، مبارزه آغاز میشه. این مبارزه رو با دقت ببینید، با دقت ببینید. فلاینی که نمیخوره، حریف زیرگیری اقدام میکنه. فقط نشد باز دوباره یه ضربه دیگر اومد حریفش بزن. حریفش گاردش رو قشنگ بالا گرفته، میخواد اعصابش خورد نشه. یه دونه جاب پانچ رو راحت بهش میزنه، پا رو نشون میده، ضربه نمیزنه. دابل ساید کیک بهش اومد بزنه که نخورد. دابل آب کیک بود، اصلا یه مدل خاصی زد. فلاینی وحشتناک، دیدی در زمانی که سر حریف یه ذره اومد بالا چه فلاینی زد؟ عجب فایتریه این مایکل ونوم پیج. چه کرد این مایکل ونوم پیج تو این صحنه؟ واقعا این صحنه سال شد و استخون حریف شکست، استخون جمجمه‌اش شکسته بود، کاملا شکسته. خطر مرگش، نگاه کنی پاق، واه، ثانیه، هزارم ثانیه، یعنی سر حریف تومت باید اصلا نتونست حریفش وایس اینجا دستش که میخواد به عنوان پیروز مایکل ونوم پیج بره اون بغل باشه. تموم شد، رفت بیمارستان. مبارزه دیگه تو باز حریفش میگه که من کارتو تموم میکنم. این مبارزه رو ندیدی؟ یه جوری میاد انگار میخواد دست بده، ولی حریفش نمیدونه که میخواد دست بده یا بزنه. مبارزه ادامه پیدا میکنه، بعد زیرگیری میخواد ادامه کنه. اینجا اومد دوباره یه فلاینگ نی بزنه که اینجا بهش گفت انقدر مونده بود بخور. وسط مبارزه دستا میچرخونه جپانچ. دفاع کردن، جا خالی دادن رو ببینید، اصلا به استایل بدنش نمیخوره. ناکن عده حصولش بی نظیره. چپ میخواد بره یه راست، چپ میخواد بره یه راست، واقعا نمیشه فهمید. با این زو بازی کنی هیچکی نمیتونه بگیردش. دوباره یه جب، یه دونه رایت پانچ، عالی میزنه ضرباش نقطه یه وسط گارد حریف. دستش هم باریک از وسط گارد میزنه داخل و فرار میکنه و با دیسیژن دستش به عنوان پیروز بالا میره. حتی تیک داونش نتونستن بکنن که انقدر کنترلش کنن در خاک. مبارزه دیگه‌اش رو مشاهده میکنی. چند تا از مبارزه شد کانالمون گذاشتیم، این مبارزه دیگه در وسط قفس دارن همدیگر رو میسنجن. باز دوباره اون انفجاری رایت پوینت زدن هاش، میگه بزن به فکم، بزن تا میخواد حریف بیاد چلو. یه دونه چپ میزنه، یه بار دیگه رو باز داره نگاه میکنه، باز داشته جای دیگر نگاه میکنه.
حریفش نمیدونه الان میخواد جاب بزنه، پانچ بزنه، کیک بزنه، فلاینگ نی بزنه، فرار کنه، میخواد بیاد جلو نگاه کنه، فرار فرار فرار، یوهو حمله. یوهو زمانی که طرف شور میگیرتش، یه باترفلای کیک، یه دونه اسپینینگ کیک، یه اسپینینگ هیل کیک میزنه، چه میچرخه، یه اسپینینگ هیل کیک نشون میده، نمیزنه، در برگشت میزنه که باز نخورد به حریف، در کلینچ حریفو میاره در خاک. در خاک هم خوب کار میکنه، نمیدونم چرا تو خاک دوست نداره بره، ولی ناگهان تو ماوث پوزیشن خوب داره ضربه میزنه، محکم هم به حریف ضربه میزنه. ببینیم ساب میشن میتونه بکنه ریر نکت چوک رو. بله تمام، ساب میشن هم کرد و میاد و مسخره میکنه حریفش. این کارشو هیچ کس دوست نداره، ولی خب با همین کاراش اس در میکنه دیگه. به نام مایکل ونوم پیج در مقابل هاتم تانتاوی از کشور مصر. تانتاوی رو میبینید که داره وارد اکتگان میشه و میخواد آماده بشه برای این مبارزه. کیک باکسر هستش و اینجا میخواد در سبک MMA مبارزه کنه با مایکل ونوم پیجی که خیلی ها دوستش دارید، سبکشو خیلی ها میپسندید، خیلی هم ازش متنفرید. یعنی دو حالت بیشتر نداره، یا از مایکل ونوم پیج متنفرن یا خیلی دوستش دارن، حد وسطی نداره. همین چهره ای که میخواد وارد بشه و پله ها رو بیاد پایین، مایکل ونوم پیج دستشو همیشه آروم میاره بالا و این روب دو شام مخصوص فایتش میاد پایین. از کشور انگلستان، ترکیه، لاغر و سبک بسیار خاصی داره. دوستانی که قبلا دیدن مبارزشو میدونن سبکش به چه صورتیه. اصولاً ایستاده فایت میکنه، علاقه من به فایت ایستاده است، در خاک نمیره، نمیذارم کسی تیک داونش بکنه. ببینید نوشته avoid the take down، اجازه نمیده که زیاد تیک داون هم بشه. مثل کانر مکگرگر هم اینجوریه، خودش اقدام نمیکنه برای تیک داون و زمین زدن حریف، ولی تیک داون دیفنسش خوبه، یعنی جلوگیری از اینکه بخواد بزننش زمین. 27 سالش حریفش از مصر و مایکل ونوم پیج 22 ساله. قد مایکل ونوم پیج 1.90 متر و تانتاوی 1.83 متر. این چهره‌ای که مشاهده میکنید، مایکل ونوم پیج، سندروم پای بیقرار داره. واقعا سندروم پای بیقرار رو برای این شخص باید بگیم. ما اصلا ورج و ورج ثانیه ای نیست که این آدم وایسه، بدن آماده ای داره، تیک باندو کار بوده قبلا، الان در بلاتور فایت میکنه، یکی از فایت های قدیمیشه که اینجا زیاد نمیشناختنش به اون صورت که مثلا این چه فایتری، ولی اینجا بود که دیگه گل داستان رو میبینید. افراد مختلف هم میبادن میدیدن، سلبریتی های مختلف میبادن، همیشه فایت های مختلف رو میان میبینن. در این مبارزه تانتاوی قرار گرفته در مقابل مایکل ونوم پیج. تانتاوی فایتر مصریه، فایتر متوسطی رو به پایینی هستش، بدن ترکیه‌ای هم داره، اونم تشویق میکنن تماشاگرات و آماده میشیم برای گزارش این مبارزه. مایکل ونوم پیج دوستان، ما برنامه های کاملش رو گذاشتیم در همین کانال و میتونید برید ببینید هایلایت مختلف فایتاش. خیلی از بچه ها میشناسنش، اونایی که نمیشناسنش صبر کنن، با ما همراه باشن، این مبارزه رو ببینن، خیلی چیزای جالبی توش خواهند دید. مایکل ونوم پیج تشویقش میکنن و الان کمتر از یک دقیقه کل اکتگان خالی میشه، کل قفس خالی میشه برای انجام این مبارزه. همیشه میرسه به حریفش، دستشو آروم میاره بالا. ادا اصولو از همین الان شروع میکنه مایکل ونوم پیج. بله، کل زمین باید خالی بشه و فقط دوتا فایتر رو داور باید باشن تا ثانیه های دیگه این مبارزه آغاز خواهد شد. داور قاضی ها رو میگه آمادن. بله، مبارزه آغاز میشه از همین لحظه. گارد رو ببینید، گارد پایین مایکل ونوم پیج، دستش هم به حالت بریک دنس نشون میده، نزدیک
حریفش میشه فقط رقص پا رو نگاه کنید. پا تکواندو، اصلا استایل تکواندو. ببینید تکواندو، خود تکواندو رو آورده تو کار با مایه بندری. حالا ضربه رو میزنه در یک غافلگیری. ببینید چقدر زیبا، پانچ محکمی رو به صورت حریف میزنه و باز به رقصش ادامه میده. دستا پایین، مدل فایت کردنش عجیب غریب این مایکل ونوم پیج. حریفش رو ببینید قدرت وایستاده که یک ضربه بزنه، منتظر موقعیت یه ضربه رو بزنه. تا میخواد بزنه یه بکیک میخواد بزنه که نمیخوره. حریفش پاها رو ببینید، چپ راست چپ راست و از سمت چپ فرار میکنه. دوباره حریفش هر چقدر حمله میکنه که بهش ضربه بزنه موفق نمیشه. باز مایکل ونوم پیج با رقص پای مخصوص خودش به حریف نزدیک میشه. حالا در یه غافلگیری باز دوباره یه رایت پانچ محکم میزنه به حریف و صورتش رو آسیب میزنه. صورت حریفش آسیب وارد میکنه، مثل برق و باد حمله میکنه. 3:45 به پایان راند اول فرصت داریم. صورت حریف پر خون شده، دیدید؟ با دو تا ضربه‌ای که مایکل ونوم پیج زد، چه میکنه این مایکل ونوم پیج؟ به حریفش میگه بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا جلو، تا حریفش بخواد بیا جلو یا جا خالی میده یا ضربه رو میزنه. ببینید بله، یه پا میندازه عقب، سرعت بالایی داره. حریف میخواد لوکیک بزنه که باز نمیخوره. یک دونه ضربه حریفش تا الان نتونسته بزنه به مایکل ونوم پیج ترکیه لاغر پرسرعت. با رقص پای تکواندو خودش بکیکو میخواد باد بزنه که موفق نمیشه. حریفش میخواد پانچ بزنه، اصلا مثل فرفره فرار میکنه. دوباره ضربه رو میزنه در یک غافلگیری، در موقعی که حریفش فکرشو نمیکنه ضربه رو میزنه. ببینیم در خاک میره یا نه. نه پشیمون میشه، اصلا در خاک نمیره، میگه فقط ایستاده. معلومه سبکش ایستاده است، وقتی توی یه چیزی خوبه چرا بره خودشو بندازه در درد سر. آبلیکیکو نشون میده، معلوم نیست پارو میره بالا چه کاری میخواد انجام بده. داور بازی رو و مبارزه رو متوقف میکنه و ترجیح میده که پزشک بیاد صورت حریف رو ببینه و چک بکنه، مثل اینکه خون ریزیش زیاده. مایکل ونوم پیج رو ببینید که یک ضربه هنوز نخورده و 3-4 ضربه کاری به سر و صورت حریفش زده و مورد تشویق تماشاگران قرار میگیره. من ایشونو که نشون میدن تو تصویر نمیشناسم، دوستان اگر کسی میشناسه بنویسه. هنر پیشن زیگرن کیان تصویری نفر رو سه بار نشون داد. دوستان تو کامنت بنویسن اونا که میشناسن. خیلی باید دیگه این کار رو باشی بشناسی، چون واقعا خیلی رندومه به نظر خودم. خب مایکل ونوم پیج داره به رقصش ادامه میده و بله پیروز اعلام میکنن مایکل ونوم پیج رو. داور گفت تمومه. هم پزشک هم داور تشخیص میدن که نمیتونه ادامه بده حریفش به علت خونریزی. عجب باترفلای کیک خفنی زد موقعی خوشحالیش. دیدید چقدر قشنگ خوشحالی که سرعت بالایی داره دیگه. در سازمان سوپر فایت لیگ فرایدی فایت نایت مایکل ونوم پیج پیروز این مبارزه میشه با اقتدار و عالی. آدم میخواد پیروز بشه اینجوری باید ببره، حرف و حدیثی توش نیست. حریفش هم اینجوری میکنه، چی کاری میتونست بکنه؟ هیچ. سبک جدیدی رو وارد رزم کرده، هر کسی این کار رو نمیتونه بکنه. لطفا از این کار را نکنید. مثل قدیم بود میگفتن این کار رو تو خونه نکنید، از این کار را تو رینگ نکنید. باید این سبک خودشه. رینگ رو باید به همون صورتی که هست، همون جوری که مربیات و مربیای درست میگن که کلاسی کار کنید، گارد و بالا بگیرید، همونجوری ادامه بدید. دوستان اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه، ویدیوهای دیگه هم ببینید. از پلیلیست ها هم غافل نشید، پلیلیست های دنیاییه برای خودش. دکمه زنگوله هم بزنید که هر وقت ما ویدیو گذاشتیم بتونید ببینید. سابسکرایب هم یادتون نره. ویدیوهای دیگه هم ببینید. متشکرم، مرسی، خدا نگهدار.